سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت یک بعد از ظهر ابری واشنگتن، 9:30 شب تهران با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. در این شماره از برنامه میپردازیم به آخرین رویدادها در عرصه اتمی ایران، مذاکرات بین 5+1 و فرستادگان ایران به کجا رسیده، به کجا خواهد رسید و آنچه که 47 سناتور آمریکایی در ارتباط با برنامه اتمی ایران خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی منتشر کردند و انتخابات مجلس خبرگان جمهوری اسلامی و تأثیر آن در عرصه سیاسی حکومت ایران. آیا آقای هاشمی رفسنجانی از عرصه سیاسی حکومت ایران حذف شده است؟ چه رویدادهایی در پی این انتخابات در صحنه جمهوری اسلامی، صحنه سیاسی حکومت ایران قابل پیش بینی است؟ و خبرهای دیگر در همین زمینه. گفتگو میکنیم با آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند، و آقای بهروز قاسمی، تحلیلگر سیاسی در آکسفورد انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای علیزاده سلام به شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه تون و میهمان برنامه. آقای بهروز قاسمی خوش آمد. خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب خدمت شما چالنگه عزیز و مهمان گرامی به برنامه شما جناب علیزاده، همینطور ملت خوب و فهیم ایران. آقای علیزاده، از اینجا آغاز کنیم که امروز انتخابات مجلس خبرگان بود. آقای یزدی به ریاست این مجلس انتخاب شد. خیلی امید داشتن در عرصه داخلی حکومت ایران که هاشمی رفسنجانی، آقای رفسنجانی به این ریاست، به ریاست خبرگان برگزیده بشه. چه تغییراتی رو شما در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی با این انتخابات یا انتصابات یا هر چه که هست می‌بینید؟ بله، با توجه به اینکه ما عموم مردم رو میبینیم که در انتخابات متمایل بودن، انتخابات ریاست جمهوری متمایل بودن به جناحی که آقای هاشمی رفسنجانی از اون حمایت کرد، البته آقای خاتمی هم، یعنی انتخاباتی که منجر به ریاست آقای روحانی شد، این گمان زنی قوت پیدا کرده بود که آقای هاشمی دوباره به صحنه قدرت داره بر میگرده. دست کم رئیس جمهوری رو الان مورد حمایت عبوده سر قدرت هستش و گمان زنی هایی هم بودش که ایشون برای پست شورای رئیس تشخیص رئیس شورای خبرگان انتخاب خواهد شد. اما توجه کنیم که چه اتفاق افتاده، چه کسی انتخاب شده. من فقط میخوام برای اینکه وضعیتی که در درون حاکمیت به وجود آمده، یعنی متسلب شدن حاکمیت با انتخاب آقای یزدی رو با این مثال تشریح کنم که زمانی که آقای یزدی، آیت الله محمد یزدی، پست ریاست قوه قضاییه رو ترک گفت،
و اون رو به آقای هاشمی شاهرودی سپرد. آقای هاشمی شاهرودی گفت من ویرانه ای رو تحویل گرفتم. دقت بفهمون، باز تأکید میکنم، آقای هاشمی شاهرودی گفتش من ویرانه ای رو تحویل گرفتم، یعنی مدت زیان ریاست آقای قوه یزدی در قوه قضاییه آنچنان فضاحت بار بود که رئیس قوه بعدی این توصیف رو درباره او به عمل آوردش. خب دیگر مواضعی که آقای یزدی داره هم برای ما روشن هستش، از جمله حمایت‌های سرسختانه‌ای که ایشون از آقای احمدی نژاد میکرد تا اون روزی که آقای احمدی نژاد 11 روز خانه نشینی کرد در رودرویی با آقای خامنه‌ای، بعد از اون مسیرشون با هم تفاوت کرد. اگر نه گزینه های آقای یزدی مثلا برای ریاست جمهوری کشور امثال آقای احمدی نژاد بوده و در بعد از این هم همین مسیر، همین تفکر، همین تسلط رو در افکار خودشون ایشون داره و ایشون همچنین ریاست مجمع مدرسین قم رو داره که حالا خواسته یا ناخواسته در تعیین مرجعیت افراد هم اینک دست داره، یعنی میگن که چه کسی مرجع هست و یا چه کسی از مرجعیت خلعش میکنن که مثلا آیت الله ثانعی رو خلع مرجعیت کردن. پس بنابراین ما شاهد هستیم که خبرگان به طرف یک وضعیت بسیار متسلب میره، به این معنی که مثلا آقای مشکینی به هر حال یک حالت ریش سفیدی داشتش و سعی میکرد طرفین رو نگه داره. بعدم که آقای مهدوی کنی هم به قدرت به این پست تکیه زد، باز هم ایشون به یک معنا میشود گفتش که به یک جناح معتدل تعلق داشتش. مثلا در مسائل احمدی نژاد شما زیاد نشنیده بودید از آقای مهدوی کنی که احمدی نژاد رو به عرش ببره، گرچه مخالفت هم با آقای خامنه ای نمی کرد ولی اینطور هم نبود رو به عرش ببره. ولی الان کسی به قدرت رسیده که خب احمدی نژاد رو دیگه در حد این که دولت او دولت امام زمان است و معید من عند امام زمان است از این سیده توصیف میکرد. بنابراین این یک نوع ملاحظه بود که من خواستم عرض کنم که خبرگان متسلب شده، متسلب تر از گذشته. و دوم اینکه جایگاه و وزن آقای هاشمی رفسنجانی رو برای ما نشون میده که تقریبا نصف تعداد رو رأی آورده و این نشان میده که در واقع اون وزنه و چیدمانی که آقای خامنه ای به دنبالش هستش داره قوی تر میشه. ای بسا صحبتم با این میخوام نتیجه ختم کنم، ای بسا که ما شاهد باشیم در پروسه زمانی نه چندان طولانی شاهد این باشیم که آقای هاشمی رفسنجانی از ریاست تشخیص مصلحت نظام هم برکنار بشه و این گمان زنی چندان دور از واقع نیست. تفسیر شما رو میشنویم آقای بهروز قاسمی در این مورد. بله خیلی ممنون از صحبت‌های خوب جناب علیزاده، ایشون بخش زیادی رو توضیح دادن. من هم فکر میکنم جناب چالنگی تو این مدت اراده ای از آقای خامنه‌ای دیده شده خیلی جدی جهت بازدارندگی آقای هاشمی رفسنجانی و تا کنون سیر حوادث نشون داده که خیلی اراده جدی ایشون و اطرافیانشون دارن که آقای هاشمی رفسنجانی رو حتما دور نگه دارن از هر نوع تاثیرگذاری جدی در مسائل سیاسی کلان کشور. در مورد خبرگان قبلا هم صحبت شده، یک کاندید آقای شاهرودی میتونسته باشه، آقای یزدی هست و چه بسا کاندیداهایی که به مراتب تندروتر هم باشن و متفاوت. گرچه آقای شاهرودی هم به گفته جناب آقای علیزاده یا اون یادآوری که ایشون کردن وقتی اون ویرانه رو تحویل گرفتن
نشانی از ایجاد آبادی در آن ویرانه توسط آقای شاهرودی دیده نشد. ولی یه مطلب در مورد آقای شاهرودی هم از گذشته بوده و تو این جریان تأخیر هم دیده شد، دوری ایشون از این حاشیه های جناح بندی یا بی‌تفاوتی میتونیم بگیم، انفعال میتونیم بگیم. در هر حال به نظر میاد که اگر آقای شاهرودی هم به این مقام برسه، اون نیروی اصلی تمرکز قدرت یعنی سپاه پاسداران دست خودش رو باز هم باز ببینه، همینطور که در زمان ریاست ایشون به قوه قضایی دست سپاه پاسداران باز بود. من اساسا ارزیابیم از مدیریت آقای شاهرودی یک مدیریت انفعالانه بود. ایشون هیچ نوع اصلاحی هم بر همون ویرانه ها نتونست بکنه، آبادی هم نتونست ایجاد بکنه و سپاه مشکلی با ایشون نداشت. به هر حال اونچه که دیده میشه حراس سپاهی ها و اعضای دفتر آقای خامنه ای از روی کار آمدن مهره ایه که بتونه تو این روند تأثیری بذاره و دست اونها رو کمی یا ببنده یا براشون معذوریت ایجاد بکنه. یعنی شما اشارتون اینه که نگران رفسنجانی بودن که چون این کاری بکنه آقای رفسنجانی؟ با تحرکاتی که حالا علی‌رغم این که ما میبینیم آقای رفسنجانی تحرک زیادی ایشون نداره، ولی مخالفین ایشون اگه یه نگاه خیلی سطحی هم به روزنامه کیهان شما بندازین میبینید که به شدت نگران اومدن ایشونن و از الان پیام‌های خیلی تند و تیز و علنی در نماز جمعه ها گرفته، در منبرهای مختلف گرفته، همینطور داره ارائه میشه که نکنه این آقا بخواد بیاد و نکنه بخواد کاری رو انجام بده و تحرکی رو انجام بده و اغلب سایتاشون تو این زمینه فعال شدن و حمله خیلی هماهنگ شده و سراسری رو به هاشمی شروع کردن. این به نظر من خب نشون دهنده یک حراس از این تاثیرگذاریه و از یک طرف دیگه زمینه مساعدی که این بار هاشمی میتونه در میون مردم برای تاثیرگذاری داشته باشه به دلیل همه اون چه که در این چند سال اخیر اتفاق افتاده. آقای علیزاده ببینید، خب اتفاق میفته، یعنی مثلا کیهان یا مخالفان آقای رفسنجانی در درون حکومت قابل فهمه، برای درگیری های مالی هست، گروه ها باند های مختلف مالی هست، هر دو همه در یک چیز به گواه اون چه که وجود داره مشترک فساد مالی، این گروه ها و باند ها با هم مخالف، قابل فهم. اما چه فرقی برای مردم ایران داره و اساسا این انتخابات چه ارتباطی یا انتصابات یا هر چی که هست همه در یک چیز مشترک هستن، هم از آقای رفسنجانی تا شاهرودی تا آقای یزدی، همه در دلبستگی به ولایت فقیه و حفظ نظام و همه اینا چیز هستن، نظامی که درش 8 سال هم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هست و مورد تأیید و حمایت مستقیم ولی فقیه. چون این انتخابات ارتباطش به سفره مردم، به مردم کجا هست؟ بفرمایید. بله، ببینید بحثی هستش در اینکه نظام‌های سیاسی جهان چه ویژگی هایی دارن. در یک تقسیم بندی کلی نظام های سیاسی رو به نظام های سیاسی منعطف و یا نظام های سیاسی متسلف تقسیم می کنن. و اما اونا که خب نظام های منعطف هستن، نظام های دموکراتیک هستن، در اونجا چرخش قدرت به راحتی انجام میشه، رأی مردم خوانده میشه، تأثیر به سزا داره، احزاب فعال هستن، خب این برای ما روشن هستش. اما نظام های متسلب یعنی نظام هایی که دچار یک سختی هستن، این گونه نیست که همه نظام ها به یک اندازه متسلب باشن، یعنی درجه بندی داره. مثال میگم که الان در کره شمالی ما یک نظام شدیداً متسلبی رو میبینیم که تنها یک جوان جویای نام که سنی هم ازش نگذشته وارث قدرت اتمی هم شده و خب پسر شوهر عمه خودش رو هم میکشه و به خوراک سگها تبدیلش میکنه، دیده شده سگها بخورنش. این یه نظامه. هم و یه نظام دیگری هستش که به رغم اینکه نظام دیکتاتوری است، به رغم اینکه نظام متسلب هستش، اما نظام نیمه متسلب هستش. این معنیش این نیست که اون نظام دیکتاتوری نیست، دیکتاتوری هست اما نیمه متسلبه، به این معنی که
در اونجا صداهای متعدد شنیده میشه. مثال نظام جمهوری اسلامی از این نوع هستش، یعنی نظام نیمه متسلبی که در اون تک صدایی نیست. شما نگاه کنید در مسئله بعد از 88 به این ور، به هر حال صداهای مختلفی شنید، نشد که فقط رأی آقای خامنه‌ای باشه و هیچ کس دیگه صدایی نداشت. حتی فرد دوم نظام در اون زمان آقای هاشمی رفسنجانی ساز مخالف زدش، آقای کروبی، آقای موسوی، بسیاری از افراد دیگه. اگر پرسش شما این هستش که این برای نانه‌ها به مردم چه تأثیری داره، این تأثیر مستقیم نداره، به دلیل اینکه خب اون انتخاباتی که انتخابهایی که در اونجا مستقیما با نان و آب مردم ارتباط داره، مثلا ریاست جمهوری هستش، مثلا مجلس هستش، خبرگان اون هم با این سن و سال پیر و فرتوتهی که دارن اصلا در دستور کارشون نیست که مثلا بشینن فرض کنید در برنامه یارانه هاست نظر بدن. اصلا دستور کار خبرگان این نیست در باره یارانه و امثال موجود بحث بکنه. اما به صورت غیر مستقیم اتفاقا بیشترین تأثیر را همین مجمع، همین گروه دارن. به چه دلیل؟ دلیل این که در انتخاب رهبر تأثیر گذار هستن. اگر ما مجموعی از خبرگان رو داشتیم که بر رهبر نظارت می کردن، آیا در عرض این چند دو دهه و نیم که آقای خامنه‌ای در قدرت هستش در زعامت جمهوری از هیچ اشتباهی نکرده؟ اگر کرده کجا این مورد بررسی قرار گیره؟ یک گزارش آیا بیرون آمده که خبرگان آمدن مثلا این رو به نقد کشیدن؟ اساسا یک برگه تا به حال بیرون دادن که ما رهبر رو، شرایط رهبری رو هی داریم بازنگری میکنیم؟ اصلا این حرفا رو نیستش. پس بنابراین اگر ما بپذیریم اون صحبت اول رو که این خبرگان سخت‌تر از گذشته، متسلب‌تر از گذشته شده، یعنی در واقع حاکمیت داره به طرف همون تسلب بیشتر، مثالی که زدم مثل کره شمال، به اون طرف میره. البته خب مگر ببینید آقای علیزاده، بس بس سر همینه، وقتی که حکومتی به یک طرف میره در نتیجه به مردم مربوط میشه. بله. یعنی چه تضمینی شما دارید که مثلا چه فرقی میکنه؟ آقای رفسنجانی هم در اون مملکت از روز اول تا به امروز سمتهای بسیار مهم میداشت. من متوجه پرسش شما هستم. بذارید من پاسخ شما اینطوری بدم. یعنی آقای رفسنجانی، من میخوام این روشن بشه که اگر رفسنجانی میشد مسئول خبرگان، چه اثری برای مردم داشت، چه بازدارنده بود از اعمالی که حکومت ایران داره انجام میده. تفاوت دست کمش این هستش که آقای هاشمی رفسنجانی فرد زخم خورده است در این نظام. وقتی که فرزندش، دخترش رو اون گونه به باد ناسزا گفتن و فحاشی میکشند، یا پسرش رو در حال تو همین نظام قضایی که ویرانه ای که الان هستش رو دارن به دادگاه میارن، یا خاطرتون هستش که پسرش رو در بیمارستان دزدیدن، گفتن میخوان آقای هاشمی رفسنجانی رو ایادتش پسرش رو بکنه، مهدی رو، بعد گفتن که ایشون باید عکس بگیره، ورزش هم پوین و از دزدیدن بردنش که نباشه و پدرش بهش مثلا توصیه هایی نکنه. ببینید فرزند شما رو در بیمارستان در حالی که شما رکن رکین این نظام هستید رو بدزدن. ببینید خود آقای هاشمی رفسنجانی هم میداند که تحولاتی در اینجا داره اتفاق میفته. ببینید اگر آقای هاشمی رفسنجانی ایران رو هم دوست نداشته باشه، خودشو که دوست داره، خانوادهشو که دوست داره، انقلابی رو که او یکی از پدرخوانده های او هست رو دوست داره. شما ببینید سخنان آقای هاشمی رفسنجانی صریح شده که کسانی که مثلا قبل از انقلاب هیچ سابقه ای نداشتن، مثلا آقای مصباح یزدی، الان دارن صحنه گردان اینها هستن. پس بنابراین یک شکاف جدی ما داریم شاهد هستیم، یک شکاف جدی. شما نگاه کنید فرد قدرتمند زمان آیت الله خمینی که جانشینی فرمانده کل قوا رو به او داده بود، فرماندهی جنگ رو بر عهده داشتش،
و کسی بود که آقای هاشمی رفسنجانی وقتی ترور شد، خاطرتون هست در اون اوایل انقلابیشون ترور شد، معروف هستش که آقای خبر که به آیت الله خمینی رسید، آیت الله خمینی گفت در جا نذر کرد که من یک قربانی خواهم داد اگر ایشون جانش به سلامت در بره. و وقتی که خبر دادن که نه ترور ناموفق بوده، بلافاصله گفت قربانی رو گوسفند قربانی بکن. یعنی همچین جایگاهی، بله میخوام بگیم یه همچین فردی الان به این درجه رسید که دخترش فحش بدن، پسرش رو بدزدن و هزاران پرونده دیگه که آقای جنتی، اجازه بدید من این کدو بیارم، آقای جنتی در یه برنامه تلویزیونی به اسم شناسنامه وقتی بهش گفتن که چرا اون دو نفر در حبس هستن، آقای جنتی گفت از من نپرسید چرا اون دو نفر در حبس هستن، از من بپرسید چرا اون دو نفری که بیرون هستن ما به حبس نینداختیم. اشاره داشتش به آقای خاتمی و به آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی اینها صحبت اینو دارن که آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی را به حبس بکشوننشون. خب این رأی گیری که نشون میده که آقای از این چه نتیجه گرفته میشه آقای علیزاده؟ ببخشید نشنیدم. از این حرف شما چه نتیجه گرفته میشه؟ بله. اینکه آقای رفسنجانی به انقلاب بپشن؟ بله، نتیجه من این هستش که همیشه در تعارض بین تز و آنتیتز یک سنتزی بیرون زده میشه، یک امر پذیرفته شده است. در این تعارض بین چالشی که بین دو سوی حاکمیت هستش، حالا یک سویی که اصطلاحا گفته میشه خیلی کانسرواتیو و محافظه کار هستن و یک سویی که حالا اصطلاحا گفته میشه که اصلاح طلب هستن، در این میانه یک سنتزی حاصل میشه، من این سنتز رو پسندیده میدونم، یعنی موجب میشه که شکاف حاکمیت بیشتر بشه. یا به هر حال شما نگاه کنید که آقای هاشمی از کسی حمایت کرده که گفتش ما میبایستی با کت خدای جهان آمریکا ببندیم، آقای روحانی حرف رو زدش. این تفکر کجا؟ یا اون تفکری که میگه که ما بایستی مذاکرات رو با آمریکا قطع بکنیم. حالا اینجا از شما سوال میکنم، آیا مسئله پرونده هسته‌ای اگر به هر توافقی برسه تأثیر مستقیم رو سفره مردم داره یا نه؟ اگر بگیم به هر حال تأثیر مستقیم رو سفره مردم داره، خیلی مهم هستش که در خبرگان رهبری یه نفری مثل آقای هاشمی رفسنجانی به قدرت برسه که اهل مصالحه هستش، اهل پراگماتیست هستش، یه سیاستمدار پراگماتیست هستش، دنبال حفظ همه لازمه شونه. آقای علیزاده شد آقای علیزاده اجازه بفرمایید. اولا اینکه دو سوی یک حکومت تز و سنتز هستن این جای بحث داره. دوم اینکه اینی که پرونده اتمی ایران به سرانجامی در جهت مصالح ملی ایران برسه، تمام ایرانیان هم از مخالفان حکومت همه خواستار این هستن که در جهتی باشه که به سود ایران و مردم ایران باشه. سوم این که آیا حکومت فعلی و به خصوص دولت فعلی که تمام مسئولیتاشو گذاشته کنار، از مسئولیتاش در برابر هوای آلوده تهران و جاهای دیگه و مسائل دیگه که بینندگان بهتر میدونن کنار گذاشته و مشغول برنامه اتمی شده، آیا داره در مسیر درستی میره؟ آیا این مسیر مسیری هست که برسه به حل این مسئله؟ این یه بحث دیگه است. چهارم این که آقای رفسنجانی، اینی که دختر ایشون رو کتک زدن و اهانت کردن بسیار تأسف انگیزه، اما در دوران ریاست جمهوری همین آقای رفسنجانی به دختران مردم در زندانهای ایران تجاوز شد، در خیابانها به مراتب بیشتر از اون چی که به دختر ایشون اهانت شد شد، و کسانی به ناحق به زندان افتادن و اعدام های انجام شد که یک کلمه آقای رفسنجانی راجبش صحبت نکرد. آقای مهدی هاشمی در دادگاه، باز حرف من این هست که آیا این سوء استفاده از تمایلات ملت در جنگ داخلی نیست؟ چون کسانی امتحان خودشون رو دادن. آقای خمینی هم بسیار حرفای زیبایی میزد در نونفلوشاتو. آیا آقای رفسنجانی که یکی از سوهای این حکومت هست، از تمایلات مردم باز از کجا میشه اطمینان پیدا کرد که سوء استفاده نمی کنه؟ بله،
همون که من با اون چه که شما از پرونده پیشین ایشون گفتید که منافاتی در صحبت من نیستش و بله. من اساسا گفتم کل نظام دیکتاتوری هستش، اما عرض من این بود در نظام های دیکتاتوری 100% داریم و دیکتاتوری متوسط یا نیمه متسلب داریم. آیا ما قبول داریم که یکی در اینجا چند در این نظام جمهوری اسلامی که نظام استبدادی است چند صدایی است؟ اگر این رو پذیرفته باشیم چند صدایی در میان خودشون ها، در میان خودشون، در میان روحانیون، مثلا شما چند صدایی که در اینجا حزب مثلا سوسیالیست ها، مثلا کارگری ها، مثلا نمیدونم مصدقی ها، نه این چند صدایی به این معنا نیست، اما در میان خودشون چند صدایی هست. بله در اینکه نه اگر اینطور باشه این سایش ایجاد میکنه، این سایش ایجاد میکنه که این چند صدا با همدیگه به تعارض پرداختن. شما نگاه کنید که نمونه بارز این که در ایران چه اتفاقی داره میفته این هست که همین شب گذشته به فردی مثل آقای علی مطهری حمله کردن، چشمش رو مصدوم کردن، ماشینش رو تخریب کردن. خب در کره شمالی وقتی که پدر عمه خودش رو به خوراک سگ‌ها می‌ندازه اتفاقی نمی‌افته. اما در چرا باید با کره شمالی قیاس کرد؟ اجازه بدید آقای قاسمی که توضیح بدن. ولی اجازه بدید آقای علیزاده، چند صدایی در حکومت ایران شبیه این هست، حرف تردیدی نیست، چند صدا داره. درست این برداشت رو آدم داشته باشه از چند صدایی در حوزه علمیه قم یا فتواهای مختلفی که دارن، دعوای مختلف که بر سر مسائل داره، اون چند صدایی رو اگه میشه در حوزه علمیه قم هواداری جنایی از آزادی بیان تعبیر کرد، این چند صدایی رو هم در دایره حکومت من تعبیری نکردم. من چنین تعبیری نکردم که این حمایت از آزادی بیان هستش. من چنین تعبیری نکردم که پرونده حقوق بشری که آقای هاشمی رفسنجانی داشته پرونده روشنی هستش. آقای محمد نوریزاد جمله قشنگی داره، گفت من در تمام عمرم یک مرتبه با آقای هاشمی رفسنجانی ملاقات کردم، همین اواخر، همین چند یک سال اخیر، گفت من یک بار با ایشون ملاقات کردم و با آقای هاشمی رفسنجانی چشم در چشم بهش گفتم آقای هاشمی هر آن چه در این مملکت به فساد و فضاحت کشیده شده شما در اون دست داشتید. در دیگه آقای محمد نوریزاد مستقیم با آقای هاشمی رفسنجانی گفته و ادامه داد گفت اما اگر که قرار هستش که شاید احتمالاً مفروضاً با هزار یک اما اگر تغییری در این راه فضاحت هم بکنه، این شما هستی که میبایستی صدای معارض رو برد. نظر آقای نوریزاده ببینیم، نظر آقای قاسمی چی هست؟ بفرمایید آقای قاسمی. جناب تولنگی، منم فکر نمی کنم آقای علیزاده صحبتشون عطف به تطهیر آقای هاشمی رفسنجانی باشه. من یه خاطره ای رو که مربوط به این بحثه برای شما عرض میکنم. ببینید در ستاد انتخابات آقای میرحسین موسوی چند روزی، شاید یک هفته قبل از وقوع خود انتخابات، دوستانی از طرف مختلف اومدن و گفتن که تشکیلات وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی امکاناتی رو میخواد در اختیار بذاره تا اعضای ستاد و مردم بیان اونجا، ایشون بیاد سخنرانی بکنه و به اصطلاح حمایت خودش رو احتمالاً از آقای میرحسین خیلی شفاف و علنی بیان کنه. من به یاد دارم که در ستاد مرکز شرق تهران که بزرگترین ستاد در حفاظ نارمک بود، یک اتوبوس پر نشد، یعنی جمعیت حاضر نشدن بیان، شاید به دلیل همین صحبتایی که شما میکنید، همون دلخوری هایی که مردم میدونستن میفهمیدن درک میکردن، یک اتوبوس پر نشد که بره و چون این جمعیت خیلی کم بود بعدن اصلا وقوع اون سخنرانی از قبل طراحیش تکذیب شد و سخنرانی هم اتفاق نیفتاد. اما بعد از اتفاقای انتخابات شما به یاد دارید که همون جمعیتی که من خودم شاهد بودم که حاضر نشدن تو اون اتوبوس بیان بشینن، یک اتوبوس رو پر کنن از منطقه‌ای به اون بزرگی در شرق تهران، جمعیت کثیر اومد و تو اون نماز جمعه ایستاد و هیچ کدوم از این افراد، من به شما شهادت میدم تک تکشون اگه صحبت میکردید، آمدنشون در اون نماز جمعه آقای هاشمی به معنای تطهیر ایشون یا حمایت از سیاست‌های گذشته نبود. من بذارید ریشش رو یه مقدار خیلی سریع البته اگر وقت باشه توضیح بدم. ببینید جناب چالنگی، یه وقتی هست که ما قدرت انتخاب متعدد داریم،
یک اپوزیسیون واحد قدرتمند در خارج کشور خیلی وزین داره فعالیت میکنه، در تمام کشورها شعبه داره، چندین و چند برابر بهتر از فدراسیون که در زمان شاه بود قدرت داره، داره کار میکنه. همچنین یک بازوی قدرتمند، حالا یا نظامی یا غیر نظامی، هم در داخل کشور داره و حکومت مرکزی رو تحت فشارهای عدیدهی قرار داده و یک تنفذ بسیار شدید هم در میون مردم ایران داره. از کارگر تا معلم همه گوش به فرمانشن، اگر اعلام میکنه سر کار نمیرن، سازماندهی شده هستن، به هر حال یک توانی رو ایجاد میکنن که ایجاد یک چانه‌زنیه قابل قبولی در بالا صورت میگیره و بعد مردم یک انتخاب بهتر از تمام کسانی که شما تاکنون اسم آوردید دارن. یه زمانی ما تو اون حالت هستیم، اما در شرایطی که ما انتخابی نداریم، اپوزیسیونی نداریم که بتونه چنین نقشی رو که بنده عرض کردم ایفا بکنه، اون وقتی که مردم اتفاقا سیاسی تر میشن و سیاسی تر عمل میکنن، نه عقیدتی. ببینید اتحاد اون مردمی که رفتن در اون نماز جمعه، همه ما میدونیم، هم حکومت، هم من، شما و خود اون مردم، مردم که سیاسی پیوند ایدئولوژیکی یا عقیدتی نبود. اجازه بفرمایید، مردم سیاسی تر میشن یعنی چی؟ یعنی دقیقاً با لحاظ کردن بضاعت خودشون، فهم بضاعت خودشون و امکاناتی که وجود داره و با بازی هایی که اونها هم حالا میتونن بیان در این میدون و فقط صحنه گردان بازی حکومت نباشه بلکه خود مردم هم باشن، اتفاقا مردم هم میان و شروع میکنن در این تناقض ها، در این تضاد ها مشارکت میکنن و ایفای نقش میکنن، این تضاد ها رو حاد میکنن، در جایی به نفع کسی رأی میدن، در جایی به ضرر کسی رأی میدن، اونها میان نقش رو ایفا میکنن و از یک انفعال طولانی در میرن. در پاسخ شما میخوام اینو بگم، از سال 60 تا 76 مردم ایران هیچ نوع واکنشی به هیچ یک از جناح حکومتی نشون نمیدادن، حالا به هر دلیلی از سال 1376 به بعد شروع کردن، این رو فهمیدن. و من یه مورد دیگه هم میخوام بگم، چرا در زندگی خود مردم، آقای چالنگی، من میخوام تأثیرات رو بگم. ببینید قوه قضاییه بسیار عقب مانده و بسیار ارتجاعی بیانیه صادر میکنه. در دوران آقای احمدی نژاد اون بیانیه که قوه قضاییه یا اون قانونی رو که او اعلام میکنه به توان چند رسیده میرسه، یعنی دولت آقای احمدی نژاد هم از اون قوانین ارتجایی به شدت حمایت میکنه. اما در شرایط غیر آقای احمدی نژاد، مثل شرایط آقای روحانی، آقای روحانی هیچ کاری که شاید قول داده بوده انجام نداده، ولی حداقل همون قوانین بد رو نمیاد تشدید بکنه، حداقل همداستان نمیشه. یعنی اگر اونا اومدن یه بودجه گذاشتن برای ایجاد پارازیت روی تلویزیونای مردم، آقای روحانی هم نمیاد بگه که این مقدارم سهم ما از دولت، هم ما حاضریم داوطلبانه فلان مقدار بودجه ما هم اضافه بکنیم به ایجاد پارازیت، حداقل این کارو نمیکنه. و در جایی که انتخاب سومی وجود نداره، اون وقتی که بله شما این تاثیر رو در زندگی مستقیم مردم میبینید، فضایی که الان وجود داره، برخوردی که با معلم‌ها در زمان آقای احمدی نژاد شد و در زمان حال، اینا با هم متفاوته. جدا از همه اینها من میخوام یه مطلبی رو بگم. ببینید مردم یاد گرفتن براشون مهم نیست که آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای روحانی از روی یک آرمان خواهی دارن ساز ناهماهنگ میزنن با طرف مقابل، یا از روی منافع میزنن، از روی هر دلیلی که میخواد باشه، برای اونها مهم نیست. اونها یاد گرفتن که از این امکانات استفاده کنن، همینطور که برای سالها حکومت از این امکانات استفاده میکرده، یعنی از ضعف مردم، از مشکلات مردم سوء استفاده میکرده برای پیشبرد مقاصدش، مگر اون نمیکرد؟ امروز هم ملت ایران یاد گرفتن که جدا از هر نوع لحاظ کردن انگیزه یا قضاوت حقوقی یا اخلاقی یا غیره در مورد سیاستمداران، منافع خود و سیاستمداران رو ارزیابی بکنن. این اتفاقی که افتاده، اگر شما گزینه بهتری رو داشته باشید، بعد ما میتونیم بحث بکنیم که چطور یک ملتی وقتی چنین گزینه بهتری رو دارن کنار میزنن و بعد میان گزینه مثلا آقای روحانی رو انتخاب میکنن. بله اگر اون بود حرف شما حتما تصدیق نه، حرف من بسیار روشنه. یعنی شما این چیزی رو که اشاره میکنید، انتخاب بین بد و بدتر هست، همون نکته ای که همیشه در آستانه انتخابات مطرح شده. این به کجا قراره برسه آقای قاسمی؟ من تو پاسخ فقط میتونم بگم این امیدیه که یک مردم دارن در شرایطی که امکاناتی بیش از این ندارن،
فقط از روی ناامیدی، در واقع از روی ناامیدی، این تنها امید مشارکت و انتخاب های این چنینیه و شاید در همین هل دادن ها گزینه چه بسا به وجود بیاد که بتونه اون روندی رو که ملت در نظر داشتن رو کمکشون بکنه و شاید هم نکنه. در هر حال ما نمیتونیم از این ملت بخوایم که ناامید بشن و دست به هیچ نوع تاثیر عمل متقابل نزنن. آقای علیزاده در این زمینه سخنی هست میشنویم؟ وگرنه موضوعات دیگه ای هست از جمله رفتن آقای ظریف مجلس خبرگان؟ بله، ببینید من متشکر هستم آقای قاسمی که خوب تکمله ای بر حرفای من زدن، حرفا رو بیان درستی تبیین کردن. من میخوام بگم ببینید آقای چالنگی، اگر آب در جایی گیر کرده باشه، مسئله معروفی است که به هر حال راه خودش رو پیدا میکنه. ما در الان که در این برنامه نشستیم صحبت ارزشی نمیخوایم بکنیم در مورد شخصیت هایی که در این نظام نقش بازی کردن. اگه بحث ارزشی بخوایم بکنیم، من فکر میکنم که در شهر هر آن که هست باید گرفت بشه، اون به جای صحبتی نیست. اما بحث در این هستش که آیا قبول داریم که انسان ها موجودات تغییر پذیری هستند؟ آیا ما قبول داریم که مثلا محمد رضا شاهی که در 21 سالگی به قدرت رسید با محمد رضا شاهی که ایران رو ترک کرد فرق کرده بود؟ خیلی چیزاش فرق کرده بود. اگر روی این مبنا باشه، من میخوام بگم شما میبینید آقای علی مطهری میاد از ساپورت پوشیدن خانوم ها ایراد میگیره، اما صراحتن برمیگرده میگه رفتار فرمایش مقام معظم رهبری که گفتن که اینا رو محاکمه نمی کنیم این ظالمانه است. آقا این حرف از زبان من و شما اینجا بیرون نشستیم زده بشه خیلی تفاوت داره تا این حرف از زبان آقای متحدی گفته بشه و امروز هم کتکش بزنن چشم و چالش رو زخمی بکنن. پس میخوام بگم ببینید من دارم جامعه ایران رو، نظام سیاسی ایران رو مثل یک آب در حال جوشش میبینم. حالا در این میان اون نخود عناصر تعیین کننده شون هر کدومشون اشتباهاتی داشتن، به جای خودشون بعدا پاسخ بدن. اما اگر این هستش مردم، خیلی تعبیر درستی کردن آقای قاسمی، مردم در جایی که قدرت انتخاب ندارن، خب مسلم هستش میرن سراغ اون چیزی که کمتر ضرر ببینن. شما نگاه کنید الان در 2 سال آقای روحانی فشار اقتصادی رو مردم به اون وضعیتی که زمان احمد نژاد رفته بود دلار شده و 5000 تومن نیست، یه واقعیتیه. یعنی بنده 2 سال مردم تنفس کشیدن. حالا میخواید بگید که هوای تهران آلوده است؟ 100%. میخواید بگید در زمان آقای روحانی تعداد کشته ها بیشتر شده؟ 100%. ولی من میخوام بگم مگر قوه قضاییه در دست آقای روحانی هستش که بتونه اعمال نفوذ بکنه؟ در عین حال آقای روحانی رو هم تبرئه نمیکنم. آقای روحانی باید بیاد بگه آقا قوه قضاییه در دست من نیست، اونها رو دارم اونها اعدام میکنم، من هم معترضم. اگر این حرف رو نزده ایشون هم شریک هستش در این نقض حقوق بشر. بحث ما تبرئه افراد نیست، بحث ما در این هستش که الان با انتخابات خبرگان امروز کشور به کدوم طرف داره. من که به صراحت گفتم داره متسلط تر از گذشته میشه. یعنی بذارید به زبان ساده بگم، من امروز تولد ابوبکر تهرانی رو دیدم. ابوبکر بغدادی که مال داعش بوده تولدش رو در خبرخان ما باید امروز بیان بگیم که تولد یک ابوبکر بغدادی متولد خبرگان آقای یزدی به قدرت رسیده. آیا این فرد با آقای هاشمی رفسنجانی امروز متفاوت نیست؟ من انصافا باید حرف بزنیم. حالا آیا در این به نون آب مردم ربط داره؟ بله ربط داره. ببینید آقای علیزاده، شما یک شخص دیپلمات بودید در عرصه سیاست خواهید. اولا تولد ابوبکر بغدادی یا ابوبکر تهرانی در ایران رو شما و بسیاری حق هم دارید در آقای یزدی میبینید، ولی خیلی ها تولد ابوبکر بغدادی رو بسیار زودتر از اینها دیدن، یعنی در چهره امثال خلخالی دیدن، در چهره تولد آقای ابوبکر بغدادی رو در موسوی تبریزی دیدن و بسیار دیگه ای که ممکنش نیستم آقای چالنگی. در مثال های من شما در مثال مناقشه نیستش، من دارم میگم
یک نفر از ده ها داعشی های ایران. بذارید من آخه نمای اینجا که شما نمیخواید منو محاکمه کنید که نه ابدا. یکی از ده ها داعشی های ایران الان آپگرید شده. حرف من اینه، من میگم بیان ببینیم چه اتفاقی داره میفته. یک نفر از اونهایی که در درون فکرش به خاطر دخترشه، به خاطر پسرشه، به خاطر پول اموال و پستش، من نمیدونم بعد درش تحولی پیدا کرده شده، بیان دیگه ای داره، او الان دانگریل شده. من دارم این رو نقل واقع میکنم، دارم آنچه که میبینم رو دارم میگم. ما بحث ارزشی نداریم در اینجا. درسته، بسیارم حرف منطقی هست، اما نکته اینه شما در عرصه سیاسی کار کردید، دیپلمات هستین، در هیچ جای جهان، دموکراسی های جهان، اگر کسی اشتباهی یا عرض کنم خدمتتون آلودگی هایی داشته باشه، دوباره این به سمت های گمارده نمیشه. در این که انسان ها متحول میشن تردیدی نیست، اما اینی که کسی چون متحول شده دوباره مجاز به رهبری هست، این به قول شما شاید نقص از اوضاعی است که در ایران وجود داره، وگرنه کسی که در آدم کشی سهیم بوده، در دزدی سهیم بوده، در بسیاری از چیزها سهیم بوده، در کشورهایی مثل ایران شاید هست که دوباره میتونن در صف اول رهبری احزاب و رهبری جامعه قرار بگیرن، وگرنه در فنلاند یا جای دیگه که هست یک اشتباه سیاسی، یک دزدی، یک نابکاری باعث حذف اون آدم ها میشه از دموکراسی. حاسنش این هست در این حال نیست؟ بله، فقط من فکر میکنم که عنایت نداشتید به تقسیم بندی اول بحث من. من کشورها به کشورهای منعطف و دموکراتیک و کشورهای غیر منعطف و متسلح و غیر استبدادی تقسیم کردم. حالا شما فضای ذهنی شما توی فنلاند و دموکراسی های غربی هستش، من دارم تو فضای یک کشور متسلب حرف میزنم. بسیار. آقای قاسمی در این زمینه سخنی هست؟ میشنم. نه، من همه توضیحم سعیم بر اینه که اینو عرض بکنم. ببینید، یک تلاشی در درون حکومت، در بدنه حکومت، همون حکومت به همون افرادی که شما سوابقشون رو توضیح دادید، مردم هم خیلی خوب سوابق رو میدونن، یک تلاشی تو این بدنه وجود داره که سعی بکنه مسیری که تا به الان میمده، حالا بنا به هر دلیلی منافع داره در این تغییر مسیر، آرمانگرایی داره یا هر چیزی که من نمیدونم، تلاشی رو مردم دارن شاهدن میبینن برای اینکه شرایط از این بدتر نشه و شاید تغییری پیدا بشه، گرچه این تلاش تا الان هم موفقیت آمیز نبوده، زیاد هم شکست خورده. مردم این تلاش رو میبینن و سعی میکنن با حمایت از چنین تلاشی در واقع از خودشون حمایت کرده باشن و شرایط برای خودشون بدتر نشه. من میخواستم این خاطره رو بگم، هر زمانی آقای منتظری در مورد مهربانی و محبت کردن و خوب برخورد کردن با اسرای دستگیر شده صحبت میکرد در صدر اسلام، درست در همون زمان میومدن و به شدت زندانی ها رو بیشتر مورد ضرب و شتم قرار می دادن و پیامشون این بود که فکر نکنید چون آقای منتظری چنین پیامی رو داده شرایط به نفع شما میشه، یعنی اون نیروی که در قوه قضاییه بود، اینو همه می دونستن. خب آقای روحانی هم که الان وجود داره، اتفاقا در دوره روحانی حملات خیلی بیشتر اتفاق افتاد، منتها این تشخیص وجود داشته که این دولت به هر دلیلی انگیزه نداره برای تشدید این حملات، بلکه نوعی کارشکنی هم مثلا در فیلتر کردن سایت ها، در این گشت های ارشاد و غیره، نوعی کارشکنی هم داره میکنه که طرف مقابل هم همین اتهامو داره بهش میزنه، حالا به هر دلیلی که داره این کار رو میکنه. مردم فکر میکنن تو این وضعیت شاید توان بهتری پیدا کنن و چه بسا از میون همین هول دادن های متقابل آقای چالنگی که بشه یک بره. انتخاب سوم و جدید و بهتری هم به وجود بیاد و بارها تو تاریخ بوده که حالا وقت مثالش نیست. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. آقای علیزاده، این نامه سرگشاده 47 سناتور آمریکایی درباره برنامه اتمی
جمهوری اسلامی قطعا دیدید و خوندید، البته نامه سرگشاده است. و بعد از انتخابات مجلس خبرگان هم دیدیم که آقای محمد جواد ظریف بلافاصله به این مجلس رفت و توضیحاتی داد که هنوز جزئیاتش دقیق منتشر نشده. آینده چشمانداز این مذاکرات رو به کجا چطور میبینید؟ مذاکرات 5+1 با فرستادگان جمهوری اسلامی. خب ما در بحث قبلیمون، بحث فضای تنگ و ترشی که در ایران عزیزمون هستش صحبت میکردیم، خب میگفتیم یه نظام متسلبی هستش. حالا برای من خیلی جای تعجب داره که ما در یک نظام دموکراتیک که در اونجا دو رفتار بسیار شدید رو از طرف عده‌ای از نمایندگان ببینیم که هدف اونا تضعیف رئیس جمهور آمریکا باشه که فرد اول و قدرتمند آمریکا و بلکه جهان هستش، یک دعوت از آقای نتانیاهو که عملا پیام منفی بود برای دولت آقای اوباما و دیدیم که آقای اوباما و کابینش هم نرفتن، هیچ کدوم شرکت نکردن، و دوم این پیامی که اصلا سابقه نداشته. من به اقتضای سن و تحصیلات خودم تا اونجایی که من میدونم، اگر اشتباه میکنم شما منو تصحیح کنید، تا اونجایی که من میدونم اصلا سابقه نداشته که اعضای کنگره بیان 47 نفر نامه بنویسن به مقامات یک کشور دیگه با این بیان که ما با یک چرخش قلم حرفای رئیس جمهورمون رو عوضش میکنیم. یعنی این حرف اگر مثلا توسط احمدی نژاد گفته میشد که با یه چرخش قلم وزیر خارجه خودش رو در سفر عوض کرد، خب این رو ما حمله بر دناعت و حماقت و فضاحت احمدی نژاد میکردیم. اما از این تعداد نمایندگان خیلی عجیب بودش. این نکته اول، این که مخاطب قرار دادن کشور دیگه که در مذاکرات هسته، شما میتونید رئیس جمهور خودتون مخاطب قرار بدی، اما این تهدید کردن یک کشور، یعنی مخاطب کردن یک کشور دیگه، خیلی عجیبه. ثانیا اون کشور کشوری هستش که شما در دشمنی با او هستید، یعنی شما، یعنی این نمایندگان که عمدتاً هم از جمهوری خواه هستند، اساساً معتقدن که آقا در این نظام عقلانیت نیست، در این نظام درک و شعور و فهم نیست، لذا مدلی که پیگیری میکنن میگن آقا تحریم 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 و تحریم تا این کمر این نظام شکسته بشه. حرفشون اینه. خب شمایی که دوم این گونه این نظام رو غیر عقلانی میدونی، چی باش مخاطب قرارش میدی؟ یعنی این عمل منهای این که اساسا چه پیامد داشته باشه، از نگاه داخلی خیلی عجیب هستش که حتی صحبت های تند آقای اوباما اینا هست که شما رئیس جمهور رو تضعیف کردید. حالا فارغ از اینکه آمریکا داره با کی مذاکره میکنه، با کی مذاکره میکنه، فردا شاید با یک کشور دیگه بخواد با روسیه مذاکره کنه، آقا در مسئله اوکراین میخوایم این توافق رو با هم بکنیم، بعدا یه عده نماینده بیان به آقای پوتین نامه بنویسن که آقای پوتین ایشون واسه خودش حرف میزنه، ما با یه چرخش قلم حرفای رو اصلا این سنگ رو سنگ درز نمیشه، اون هم در یک کشور مثل ایالات متحده. ثانیا در خبط بودن، خطا بودن این صحبت، همین بس که متحدین امریکا رو متلاشی میکنه. الان به هر حال بعد از دولت بوش که بسیار دوستان امریکا ازش پراکنده شده بودن، واقعا نمره آقای اوباما نمره بالایی هستش که تونسته وجاهت و ایمیج یا ایماج خوبی رو برای خودش در بین دوستان اروپایی خودش، در دوستان استرالیا، کانادا، خیلی جاها فراهم بکنه. و این حرف که شما بگید که آقا ما به سلیقه خودمون، نه، حال حرفایی که توافق شد، فرضاً توافق بین ایران و آمریکا شده، ایش آقای اوباما بره، ما همه رو برهم میزنیم. دوستان متحدان اروپایی شما چه خواهند کرد؟ شما به چه چشم خواهند دید؟ یعنی این خودزنیه برای درای آمریکاست، ضعیف کردن رئیس جمهور آمریکاست و از نظر مسائل داخلی که از این بگذرم. اما تأثیرش در مذاکرات چیه؟ ببینید تا اینجا یک کار دو سناریو مفروض هستش.
یه سناریو این که این یک سیاه بازیه، خیلی خلاصش این تئوری رو آقای حسین شریعت مدار اینها دارن میگن این یه سیاه بازیه. آقای حسین شریعت مدار میگه که این مذاکراتی که تا الان جسته گریسه خبر داریم که خیلی چیزا تعطیل شده، قراره که 10 سال تعلیق پذیرفته بشه و و و و و و اینها یک ترکمنچای دیگه هستش. آمریکا خیلی دوست داره این امضا رو از ما بگیره. خب به خاطر اینکه عده‌ای هم میگن این ترکمنچا هستش امضا نکنیم، دارن شامورتی بازی در میارن، دارن سیاه بازی در میارن که یه افرادی بیاد میگن که آی ایران امضا نکن که اگه امضا بشه فلان میشه، ایرانی ها تحریک بشن امضا بکنن. این یک سناریو هستش. خب این سناریو مبتنی بر تئوری توته است، یعنی شامورتی بازی هستش، یه سیاه بازی هستش، همش علکی هستش، بین کنگره و بین ادمنستریشن هیچ اختلافی نیستش و این بر این فرض بنا شده. اما سناریوی دیگه این هست که نه، واقعا یک شکافی بین دو سوی حاکمیت در آمریکا ظهور کرده، من جمله در اول از آقای نتانیاهو، من جمله بعد از دیگه. اجازه بفرمایید چون وقتمون رو اتمام آقای علیزاده، من فقط یه توضیح کوتاهی بدم که در این نامه ذکر شده که مورد انتقادم قرار گرفته در واشنگتن، ذکر شده که رئیس جمهوری بعدی میتونه این توافقها رو به هم بزنه. البته باز اینجا انتقاد هم شده که توافقهایی که 5 به اضافه 1 با ایران به عمل میاره، خب هیچ آمریکا به تنهایی نمیتونه به هم بزنه، مگر اینکه توافقهایی که شخص ریاست جمهوری آمریکا با ایران به عمل آورده اونها رو ممکنه بتونن چنین تصمیمی بعدن بگیر. اجازه بفرمایید فقط 1 دقیقه وقت داریم در همین زمین نظر آقای قاسمی رو هم بپرسیم. آقای قاسمی با تشکر، من چون خیلی دیگه شما میگید وقت کمه، فقط انقدر میتونم توضیح بدم که به نظر میاد فضا به نوعی داره 2 قطبی میشه. این 2 قطبی شدن فضا رو ما داریم میبینیم چه در بخش امریکایی چه در بخش ایران. به هر حال این به یک حدی باید برسه که شفاف بشه و خواسته های 2 طرف گفته بشه، ولی طرف های افراطی هم اون ور هم این ور چنین چیزی رو نمیخوان. در هر حال من از زاویه شخصی خودم این هست که هر چقدر دولت ایران و حکومت ایران تحت فشار بیشتری قرار بگیره، بیشتر به روسیه و چین نزدیک میشه و من به عنوان شهروند ایرانی تو این زمینه منافعی رو نمیبینم و برعکس فکر میکنم اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، زمینه ای برای دوری از سیاست ها و نفوذ سیاست های روسیه و چین در ایران شاید دیده بشه. خیلی کوتاه، این نظر رو شما تایید میکنید آقای علیزاده؟ واقعیت هم همین رو نشون میده که آقای قاسمی گفتن، به دلیل اینکه در همون فشارها و تحریم ها ایران استراتژی نگاه به شرق رو اعلان کرد زمان احمدی نژاد، یعنی اینکه اصلا گفتن ما با اروپا کاری نداریم، نیازی به اروپا نداریم، به کانادا کاری نداریم، به استرالیا کار نداریم، و رفتن سراغ خرید از شرق، یعنی بنجول های چینی و هندی و این چیزا، و آسیبش به مردم رسید که مثلا آمپولی رو آوردن که آمپول موقع تزریق کردن میشکست تو بدن بیمار. شما ببینید چه وضع وخیمی در کشور خواهد بود. سپاسگزار هستیم آقای علیزاده در فنلاند، با سپاس از و سپاسگزار هستیم آقای بهروز قاسمی در آکسفورد انگلستان، با سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دراک الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.